و اینجا در استودیو همچنان آقای حسام یارم حسامی با ما هستند. میدونم که حرف از این هستش که یک خیشتنداری استراتژیک داره ایالات متحده نشون میده، ولی با توجه به حملاتی که جمهوری اسلامی به اشکال مختلف توسط گروه های نیابتیش داره انجام میده، چه به واسطه حوثی ها چه به واسطه گروه هایی که در عراق هستند، پایگاه های آمریکایی مثل عین الاسد رو هدف قرار میده. الان دو تا سرباز آمریکایی در دریای سرخ عملاً به نظر میاد که کشته شدن. این دیگه بیشتر شبیه به صبر ایوب هست واقعا تا یک خیشتنداری استراتژیک، اینطور نیست؟ حالا که به ایوب و اینا رجوع کردید، میگه که زلیخا مرد از این حسرت که یوسف گشت زندانی، چرا عاقل کند کاری که باز دارد پشیمانی. من سوالم از آرش اینه که آیا زبون حوثیارم بستن یا نه؟ ببینید، تنش وقتی بین کشورها به وجود میاد، یک بخش لفظیه، یک بخشش دیپلماتیک میشه، یک بخشش دیگه عملیاتی میشه. درسته اگه میخواین حساب کنید از هفته اکتبر به این بر تقریبا داره میشه چهار ماه دیگه، به این بر یه تنش تازه‌ای در خاورمیانه درست شده، یعنی به یه مرحله دیگه رفته. حالا این حملات چه از طرف نیابتی ها، چه از طرف آمریکا یا چه از طرف اسرائیل در عراق یا در سوریه یا در دریای سرخ باشه، در واقع یک پیغامی داره میفرسته هم به کشورهای منطقه هم به طرفین دعوا. خب تا به اون مرحله جنگ تمام عیار برسته، خب خیلی راست، ولی اینم جزء مسئله دیپلماتیکه، یعنی خیلی شاید شما بگید حساب شده یا صبر ایوب دارن، ولی خب صبر ایوب فکر کنم هزار سال و اینا باشه، ولی خب به هر حال you exhaust your remedies، یعنی تمام کاری که میتونی رو انجام میدینی ببین به کجا میرسه. شک نیست که در این مقطع زمانی، یعنی آمریکا لااقل جنگ محدودی هم حتی در خاورمیانه نمیخواد. شما ببینید بعد از 20 سال، بعد از سپتامبر 11، 20 سال طول کشید آمریکایی‌ها از عراق و افغانستان بیان بیرون. الان اصلا باز کردن این نه طاقتشو مردم آمریکا دارن، نه در واقع جزء مندیت یا دستور کار به اصطلاح سیاست خارجی آمریکا است، مخصوصا در ولی الان هیچ کشور دیگری نیستش که چه مستقیم چه به واسطه گروه‌های نیابتیش اینقدر به منافع آمریکا حمله بکنه، یعنی حتی فدراسیون روسیه هم چنین کاری نمی‌کنه. حالا منافع آمریکا که من ببینید دریای سرخ بازی رو من برد یه جای دیگه، خب یعنی اگر در صحنه سیاسی حالا از نظام کلی دنیا بگیم، یعنی در اون مرحله در حقیقت تحلیل کنیم به کشورها ممکنه برسیم، در اون مرحله اگه بخوام تحلیل کنیم، خب دریای سرخ تمام کشورهایی که از نظر بازرگانی و تجارتی استفاده میکنن، آمریکا، چین و اروپا تحت شعاع قرار میده. خب این هم منافع الان این بازیگران اصلی این مسئله اتحادیه اروپا، آمریکا و چین وارد گود شدن که بخواه اینو در واقع متوقف کنید، و این پیامی که من میبینم با اون حملات در حقیقت هدفمند از طرف آمریکا داره انجام میشه. خب حوثی هم دارن میگن که این جنگ طول کشیده، اگر محور مقاومت هست، خب شما مقاومت رو چجوری نشون میدین؟ بعضی موقع تحلیلگرها به جایی که در حقیقت تحلیل کنن بر اساس اون کارهایی که کشورها نکردن، دنبال اون کارهایی میرن که کردن، یعنی اون که پتانسیل یا بالقوه میتونستن بکنن و اون که بالفعل کردن. اگه اینجوری نگاه کنیم، بعد من هنوز اینو محدود میبینم، هنوز حساب شده میبینم از دو طرف یا چند طرف. حالا هستن تحلیلگرانی که میگن واقعا در آستانه رویارویی تمام عیار قرار گرفتیم، چقدر شما فکر میکنید که این آزمایشی که جمهوری اسلامی داره میکنه با میزان بردباری یا خیشتنداری ایالات متحده ممکنه به یه جایی رسیده که دیگه حتی یک دولتی مثل بایدن هم دیگه تحمل نکنه؟ من نمیبینم. ببین، دولت‌ها دیپلماسی خیلی بعضی موقع عجیب و غریب کار میکنه. شما الان دیدید تحلیلایی که از حمله پاکستان به ایران و حمله ایران به پاکستان انجام شد، دیدید الان سفیر میخوان سفیراشون رو بفرستن دوباره شروع کنن کار کردن. دیپلماسی چیز عجیبیه و بعد عوض میشه، موضوع خیلی سیاله. و بعد شما اگر اهدافی رو که دارید، من اون نکته شما رو متوجه میشم که اگر وقتی که بالا گرفته، یعنی از لفظی به دیپلماتیک، از دیپلماتیک به عملیاتی اگه برسته، خب دو اتفاق ممکنه بیفته، یعنی با همین زد و خوردهایی که میبینید حتی اقدر موضعی و هدفمند، دو اتفاق ممکنه بیفته. یکی این که شما اشتباه کنید در محاسبه، یعنی با اون هدفمند بودن مثلا استراتژیک زدن اشتباه کنید، چه حوثی ها چه مثلا اسرائیل یا آمریکا، و این محاسبه اشتباه به ضررتون تموم بشه. یک
اتفاق دیگه هم میتونه بیفته. اون اتفاق ما میگیم unintended consequences، عواقب ناخواسته. بله این هم امتحانش. یعنی شما میگید بله ممکنه به این برگرده، ولی خواسته رو اگه به من بگید امروز، شاید در سطح حالا بین المللی یا سطح جهانی اگه تحلیل نکنیم، در سطح کشوری من فقط دولت نتانیاهو و اسرائیل رو میبینم در این مرحله که شاید بخواد این جنگ رو گسترده تر کنه. کسی دیگه رو نمیبینم. شاید خب بد نیست که من میبینم که بعضی از تحلیل ها این است که مثلا هند خیلی دوست داره که پاکستان وارد یه جنگ دیگه بشه، یا مثلا فکر کنید عربستان خیلی دوست داره که حوثی‌ها یه گوشمالی از آمریکا ببینن. خب این طبیعیه، ولی در صورتی که آیا خواسته، یعنی intended، آیا خواسته کسی در منطقه جنگ میخواد فروش نفت، بازار نفت، تورم و مسائلی که از نظر حالا نه تنها کشورنی بلکه از نظر پرسپشن، یعنی در واقع منظر عمومی و چه اتفاقی میفته، اون یه بحث دیگه است. ممنونم از شما رام اسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری، اینجا در استودیو با ما. باشه.